بیا هم ښه راغلاست قدر مو لیدونکو ژوند سهار خبرونه ګوري په ژوندۍ باندې باندې خبرونه ساسو خبرونه ده قدر مو لیدونکو په نوې خبرونه کې را سره مریم ظریفي ټولنیز فعال را سره په نوې خبرونه کې ده دوی ته ښه راغلاست ولادیو کې چې شایسته او ګلورین سار به پیل کړی وي ستړي مشه په خیر راغلی خبرونه ته هر کله راشي خوش آمدین به برنامه. تشکر، شما سلامت باشین آقای الوکزی، صبح زیبای شما همچنان بخیر و سلام تقدیم میکنم خدمت تمام از بینندگان عزیز شما. میتوارستم صبح خیلی خوب خوش را آغاز کرده باشم. دیر من کور آباد خوشحال اوسی چی راغلی خبرونه تا مگم کوخ دا کو چی بیلا بیل کادرونه خویندی هم په خبرونه کې لزان سره ملمانی کو ترسو د امه په هوی په خاطر باندې لیدونکو سره څو غټورې خبرې شریک کی. سال آینده را چی گونه با زنان میبینید؟ تشکر آقای الکوزی. ما در جریان یکی دو سال که گذشت، سال 2022، تحولات چشمگیری در بخش زنان مشاهده کردیم. یکی زنان چی تحولات را انجام دادن و در گذشته ها کدام پیشرفت های را اونا داشتن، ما تمامش مشاهده کردیم. تمام اگر مشکلاتی در بخش زنان، در بخش دختران وجود داشت. اما سال 2023 که چند روز اندک به این سال ها مانده، به این روزهایی که ما تمامش بکنیم این سال را و سال 2023 را آغاز بکنیم، برای زنان، برای دختران ما چشم دید خیلی خوب و مثبت را داریم و امیدوار هستیم که ما تمام مشکلاتی را که در سال 2022 تجربه کردیم، اینا در 2023 گنجانیده نشن و ما بتونیم که یک سال خیلی خوب و خوش را آغاز بکنیم. دیره منن کورابات و دیدی پهیلا چی پخیر یو د امن و د سول دک انشالله کالوی لکه مبارک روژه هم را روانه ده د خیر دشي ټول ته هم مبارکي وي. ډیره مننه کور آباد خوشاله اوسې چې راغلي وي خبرونه ته. خبرونه مولا رنگینه کړې ده. موږ هم کوښښ دا کوو چې بیلابیل کادرونه په خبرونه کې له ځان سره ولرو تر څو خبرونه لا رنگینه شي. کور مو آباد خوشاله اوسې. نقش زنان در اجتماع چی است؟ تشکر، سلامت باشین. امو رقمی که همیشه بیان میشه که زنان و مردان دو نیمه هستن که میتونن یک جامعه را، یک قشر، یک کشور را به آبادی برسانن. نیمه هستن که میتونن روی هم رفته و با هم یک جا کار کردن باعث از یک شبک استقلالیه در یک کشور با وجود بیه، بتونه که پیشرفت اقتصادی، پیشرفت اجتماعی از هر لحاظ و از هر نگاه بتونه که با وجود بیه و اینا بتونه که سرمایه را بسازن. و من مطمئن هستم که نقش خانم ها، نقش دختران در یک جامعه، در یک اجتماع بسیار زیاد موثر و بسیار زیاد مفید هست و حتمی و لازمی هست که باید این نقش ها مد نظر گرفته شود. چون من فکر نمی کنم امون رقمی که در یک خانواده میتونه که دختران و یا هم میتونه که خانم ها نقش مستقیم را داشته باشند. بدون مادر، بدون خواهر نمیتونه خانواده مکمل باشه، تکمیل کننده باشه. چون امی مادران هستن، امی خواهران هستن که میتونن که به تمام امور خانواده بتارن برسن. امین مادر و نقش مادران و نقش یک زن هست که میتونه تکمیل کننده یک مرد باشه، میتونه تکمیل کننده یک خانواده باشه و یک اجتماع را بتونه که خوبتر معرفی بکنه، خوبتر نمایش بده. و من فکر میکنم که مکمله یک جامعه، یک اجتماع میتونه که نقش یک خانم باشه. دیره مخکم ده اقتصاد خبره وکړه. له ډیرې زموږ استاذ واغه خویندې میندې چې په لورو پرتو سیمو کې ډیرې خپل عاید چې دی دوی په زراعت په برخه کې هم دوی مصروف دي. مثال خپل کور کې مثال یو څه ساتلی وي او هغه مثال که هغه چرګان وي یا هم د هغې نه یو څه ګټه لاسته راوړي. در بخش شما صحبت در اقتصاد کردین، ولی نقش زنان در اقتصاد چی است که مردم بفهم بیم؟ آقای الوکزی، اگر ما بحث داشته باشیم روی 20 سال گذشته، اگر ما بخوایم روی تاریخی که در این 20 سال گذشته و ما نقش خانم ها را بخوایم دانه به دانه ارزیابی بکنیم، پس ما مشاهده میکنیم زنانی که در این 20 سال تحصیل کردن، زنانی که در این 20 سال از خانه هایشان یک قدم جلوتر ماندن، در کنار از اینکه بسیار مسئولیت های
زیاد روی شانه های بانوان بود، ولی بانوان رفتن یک گام بسیار بزرگ را برداشتن، توانسته بودند که برن به طرف مکتب، برن به طرف پنتون و یک گام خیلی مستقیم را داشت بر خاطر اقتصاد یک کشور. ما خانمان را داشتیم که تجارت پیشه بودن، خانمان بودن که در سطح اجتماع اونا کار میکردن، بعضی از خانمایی بودن کارگاه داشتن، کارگاه مثلا دستی داشتن، میرفتن اونجا قالین بافی میکردن، مثلا اشیا را اونا تولید میکردن، حتی به خارج از کشور، به درون افغانستان، و اینا توانسته بودن زنان یک نقش مستقیم برای تمام اقتصاد و زنجیره اقتصادی داخل و بیرون افغانستان داشته باشند، که اینا میتونستن که در امی 20 سال گذشته زنان بسیار زیاد اهمیت خاص را بر اقتصاد افغانستان داشتند. ما تجارت پیشه خیلی ها مشهور را داشتیم در افغانستان که اونا کار میکردن، زمینی کاری را بر تمام خانم ها هم ایجاد کرده بودند و اونا میتونستن تمام محصولات افغانی را به شکل خیلی ها خوبترش بر بیرون اینا به معرفی بگیرن، نمایش بدن. این سبب از این میشد که تمام تجارت پیشه که در بیرون از افغانستان هستند اونا بتونن چشین دید و سلیقه یک بانو را، یک خانم در افغانستان ببینن. بر علاوه از اینکه بانوان ما مسئولیت خانه را داشتن، اونا توانسته بودن در این 20 سال گذشته بسیار پیش قدم شون و بتونن از خود در زنجیره اقتصادی کشور و مثل افغانستان نقش مثبت را ایفا بکنن. ډیره مننه کور آباد خوشاله سم مخکې هم په خپلو خبرو کې یادونه وکړه، موږ هم یادونه وکړه چې په کلو بانډو کې یا لرو پرتو سیمو ولایتونو کې ډیرې زموږ استاذو سره خویندوي چې هغوی به مثال یا غاړې به جوړولي یا خامک به کوو یا هم قالینې یا ګلم څه چې زموږ استاذو هغه پخوانی دود او دستور راته پاتې دی او زمونږ دغه څه چې دي ډېرې موږ تاسو د هرات نه موږ سره هم اړیکې راتللې د زعفران په برخه کې راتلونه کوله چې کور کې ځان ته باغچې جوړې کړې دي او دوی زعفران هم ځان ته کرل دي. په هیله چې بیا هم لکه څنګه چې کور په خویندو باندې خوي ښکلی وي تل دې دوی آباد او خوشحاله اوسي. ډیره مننه کوو چې راغلې خپرونې ته، ژوندون سهار خپرونې ته هر کله راشي. خپله مطالعې ته څومره وخت ورکوئ چې کله بیکاره وي په کور کې مطالعې ته څومره وخت ورکوئ؟ مجموع کې ټول باید موږ تاسو مطالعه ولرو. بیا هم تشکر، سلامت باشین. همون رقمی که انسان اگر بخواید که ذهن خود انکشاف بده، بخواید که از تمام خبرهایی که در چهار طرف شد بخواید آگاه شد، من فکر میکنم که یگانه راه مستقیم میتونه مطالعه باشه و من توصیه میکنم برای هر کس و برای هر جوان که اگر حالا ما در خانه هستیم و نمیتونیم بنابر مشکلاتی که وجود داره و انشالله امید هست که مشکلات برطرف شود، شما ایزان هم میتونید مطالعه داشته باشید و من هم کوشش میکنم آقای الکوزه که در جریان روز برای چند ساعت وقت بتون برای کتابخانی، برای مطالعه کردن، برای زی که من از خبرهای بیرون و داخل کشور آگاه شم و فکر میکنم که بسیار راه مثبت میتونه باشه به خاطر انکشاف ذهنیتی هم خود مطالعه کردن و زمین رو هم تلاش می کنم که زیادتر وقتهای بیکار خود را اختصاص بدم برای مطالعه. مننه. بعد او سه چې راغلی خبرونه ته مجموع کې باید ټول غزوانان ځان روغ دي کې په مطالعه باندې تر څو په دې ټولنه کې ډاکټر او انجینر د هرې برخې قدرونه په دې خبرونه کې موږ به میلمه کوو تر څو په دې ټولنه کې هر قدر ولرو. ډیره مننه ظریفي صاحب چې راغلی خبرونه ته، خبرونه مولا رنگینه کړه. هغه ځوانان چې ډیره زموږ استاد ځوانان په قاچاقي لارو باندې ځي، یا د سین د مایانو د خوراک شي، یا هم د کشتۍ خوراک شي، یا هم د سرحد د مرمۍ یا د غلو ښکار شي، یا هم موټر چپه شي، د خور په صفت باندې دغه ځوانانو ته څه پیغام لري؟ څه باید وشي چې زموږ استاسو خویندې میندې نور نه د خپلو بچو په قبرونو وژاړي، نه د خپلو ورونو په قبرونو وژاړي؟ د هغوی د ذهنیت د جوړولو لپاره ستاسو پیغام څه دی؟ څه باید وشي؟ بله، ما یک تسلیت میگم بر روی دایزان ما که واقعا جان شیرین خود از دست دادن به خاطر از اینکه برسن به یک کشور دیگر و کشور خود را ترک کردن. ما میخوایم بگویم که قشر جوان و قشری که توانا هستن اونا نباید از افغانستان بیرون شوند، خاک خود را ترک بکنند، چون امی تمام پیشرفت، تمام سهولت هایی که ما میتونیم در جامعه ایجاد بکنیم، مخصوصا در افغانستان ما که امروز برای تمام قشر جوان ما نیازمند هست، چی او بتونه که مثلا یک دختر باشه، چی او یک مرد باشه، چی یک بچه باشه، هر آن کسی که هست
ما بری خاک بری وطن واقعا به اونا ضرورت داریم. بیاین امو انکشاف خود را، بیاین امو قوت خود را، بیاین امو توانایی های خود را در اینجا به خرج بدیم. درست است مشکلات ما داریم در افغانستان، ما کار نیست، مثلا نمیتونیم ما کار را به درستی به دست بیاریم، ولی شما ببینین امی جوانان ما که به خارج از کشور سفر میکنن اونا هم کار درستی ندارن. مثلا اگر اونجا میرن با مشکلات بسیار فراوان خود میرسانن، یا جان خود از دست میتن، یا که اگر با فامیل باشن یک اعضای فامیل خود را از دست میتن که میتونه بسیار زود غم انگیز باشه برای فامیل. من مطمئن هستم که اگر از خاک افغانستان اینا بیرون میشن طبیعتا که خاطرهای خوش را نمی داشته باشن در جیجان را تا یک جای برسن. پس بیاین امی خانواده های شیرین خود را، اعضای فامیل خود را در کنار خود داشته باشیم و کوشش بکنیم نیروی جوان خود را در خاک خود استفاده بکنیم و قدرتی که اونا دارن، توانایی اونا دارن، بیاین سرمایه گذاری بکنیم در خاک عزیز خودمان و هیچ وقت تلاش نکنیم عزیزان که از افغانستان بیرون شویم. راه رفتن و راه بیرون شدن از افغانستان اگر ما انتخاب بکنیم، پس بدون شک افغانستان ضعیف میشه، پایه های استوار یک کشور را جوانش تشکیل میده. پس بیاین که در افغانستان باشیم و سرمایه گذاری روی خود داشته باشیم. مشکلات هست، هیچ ما فکر نمی کنم هیچ گام از زندگی بدون مشکلات باشه و بدون ازی باشه که ما مراحل مشکلات را طی بکنیم. پس بیاین روی خودمان حساب بکنیم که ما اگر باشیم در خاک خود، بالاخره خاکمان بر ما جای میته، بر ما همه چیز بالاخره به طی زمان مساعد بر ما میسازه تا اینکه ما بتونیم یک زندگی خوب و خوش را داشته باشیم و بتونیم زندگی های آینده که در افغانستان قرار است به دنیا بیاین اونا را ما تضمین بکنیم. و باید اگر مشکلات وجود داره باید اونا را ما تحمل بکنیم تا اینکه ما یک فردای خوبتر و بهترتر را برای عزیزانی که آینده ها نسل های بعدی هستن بر اونا هدیه بدیم. دیره مننه، آباد اوسی، خوشحال اوسی چې براغلی خبرونه ته خبرونه مو شایسته کړه. په اخر کې یو پښتنه داده چې اوس امن دی، سوله د پټول افغانستان کې خامخا په کورنۍ کې به پلار یا ورور صفت کوي چې زمونږ کلی کور وطن ډیر ښکلی دی، طبیعي ښکلاګانې الله تعالی موږ ته په برخه کړي دي، بیا هم د خپل فامیل سره لاړ شئ. کوم ولایت مو ډیر زیات خوښیږي؟ تشکر آقای علاکوزای، من از ولایت کاپیسا هستم اما متاسفانه که به این ولایت ها سفر نکردیم. من تارگرو زادگاه خودم هست ولی من بسیار زیاد خوش دارم چون افغانستان ما واقعا طبیعت خیلی زیبا در فصل تابستان داره و ای که اگر ما فرصت شود چون آل الحمدلله ما به امنیت دست یافتیم و همه جا میتونیم ما سفر بکنیم، من بسیار زیاد خوشحال میشم از اینکه یک بار به بامیان برم چون بامیان رو بسیار زیاد دوست دارم، به پنجشیر زیبای ما یک بار برم و از طبیعت زیبای اونجا با خانواده دیدن بکنم و از عزیزان ما همچنان چون سر نوروز هست آهسته آهسته ما برمیگردیم به طبیعت زیبای افغانستان و فعلا هم امنیت و همه چیز روبرا هست. پس ما توصیه میکنم که عزیزان ما در این سال لذت ببرن از تمام ولایت و زیبایی های افغانستان ما. دیر من نکو ربط خوشحال هستی چی راقی خبرم دیر زیاد من نکو قدر من دلیدون کو مدنی فعال مریم ظریفی را سر پر نیخ پراوانه کیوا لنډې شاندمې ته ځو. د مینا باد خپرونه مه هیروئ موږ سره پاتې شئ. په خپرونه کې به ستاسو نظرونه، ستاسو ستونزې هم راخلو، تاسو هم کولی شئ راسره اړیکه ونیسئ او خپل نظر راسره شریکې. کله چې اړیکه نیسئ د راډیو تلویزیون آواز کم کوي تر څو غږم په صحیح توګه باندې واورو. ټلیفون شمیره 0 7 8 8 0 15 ټلیفون شمیره ده، کولی شئ راسره اړیکه ونیسئ. ځو لنډې شاندمې ته.